این سه مادر یک درد مشترک دارند، داغ فرزند. دو نفرشان برای همدردی به خانه پویا بختیاری آمدند. پویا بختیاری از کشته شدگان اعتراضات آبان 98 است. شهناز اکملی پس از دیدار از خانواده بختیاری این توییت را منتشر کرد. به دیدن مادر پویا رفتم تا بداند پرچم دادخواهی 40 سال است که از مادران خاوران به ما رسیده و اکنون دست مادران 98 هم رسید. سالهای سال است خانواده های زیادی به دنبال دادخواهی برای کشته شدن عزیزانشان و خواهان مجازات آمران و عاملان آن هستند. خواسته ای که میگویند تا کنون به جایی نرسیده. مصطفی کریم بیگی در عاشورای سال 88 به ضرب گلوله کشته شد. مادرش به تازگی حکمی گرفته که به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی باید به زندان برود. 14 روز دنبال بچه‌ام گشتم و اینکه توی کهریزک پزشک قانونی بچه‌مو پیدا کردم و زیر تابوت بچه‌مو گرفتم و بهش قول دادم که کمرمو خم نکنم و صدای مصطفی رو هرچه بیشتر بلند کنم و دادخواهی خون بچه‌مو به همه برسونم و خاموش نمیشم تا روزی که زندم. سعی کردم که صدای بچه های دیگه هم که کشته شدن باشم، خانواده هایی که ساکت بودن، سعی کردم که من مادرانه براشون رفتار کنم و برای بچه های زندانیم سعی کردم صدای اونا باشم و به همین خاطر منو سال 95 زندانی کردن. توی انفرادی بودم 25 روز و به من گفتن تو انفرادی که بچت مرده، تموم شده، دیگه بچه ای نداری و فکر کن که اصلا وجود نداشته. گفتم مگه میتونم بچه ای که زایمان کردم، به دنیا آوردم، شیر دادم، بزرگ کردم و یک سر به جوان و قد بلندش کردم و بگم فراموش کردم؟ من هرگز نمیتونم بچه‌مو فراموش کنم. 14 سال من میرم، منو جنازه ای به من ندادن. قربونی جنازه بره. دقیقه سعید منو بردن که برگردونم. سعید زینالی در جریان اعتراضات دانشجویی 18 تیر ماه سال 78 در منزلش بازداشت شد. مادرش میگوید ماموران امنیتی گفتند 10 دقیقه با او کار دارند. تمام پیگیری‌های خانواده سعید تا امروز یعنی 20 سال بعد بی جواب مانده. یک بار دوباره دادستان برگشت گفت اصلا سعید نام وجود نداره. من دوباره شکایت کردم، مدارک سعید بردم دادم. تمام مدارک به دنیا آمدنشو بردم دادم. گفتن نه ما اینجور نگفتیم، گفتیم دستگیر نشده. بعد دیگه پیگیر دادگاه بین‌المللی شکایت کردم، همچنان ادامه داره. بارها خودم بازداشت شدم، بچه های دیگه هم بازداشت شدن. من تا به امروز جواب قطعی نگرفتم. فقط تنها چیزی که به من گفتن شما بیاین قبر بدیم. قبر ما سال 84 قبول نکردیم. گفتم قبر باید باز شه. دوباره رفتن، دوباره با قول فشارشون رو زیاد کردن، همسرم رو بردن. تا به امروز جواب نگرفتم. به من گفتن یه گردباد اومد گوشه زندگی شما رو هم گرفت. مادر سعید زینالی از همبستگی مادرانه در سالهایی میگوید که به دنبال سرنوشت فرزندش بوده. از سال 82 من با مادران خاوران دهه 60 با مادران 88 همراه بودیم، هم به قول همدلیم تا به امروز. الان هم از این مادرها میخوام که از این خانواده ها، درسته حاشیه تهرانم انقدر چیز ندارن، ولی خواهشم اینه که همدل باشن، بیان همراه ما باشن. ما مادرها دست به دست هم بدیم، عرش خدا رو باید بلرزونیم چون جوانای ما رو ازمون گرفتن. با وجود بازداشت ها و تهدید های مستمر نیروهای امنیتی، جنبش دادخواهی خانواده های مخالفان سیاسی کشته شده پیوسته رفتار و خشونت حکومت را مورد پرسش و انتقاد قرار داده. حالا باز هم در جریان اعتراضات آبان ماه بسیاری کشته شدند و خانواده هایی داغدار. مادر پویا بختیاری یکی از این خانواده هاست. می خواهد بداند چرا فرزندش را کشتند، اما می گوید به دستگاه قضایی ایران اعتماد ندارد. یعنی یقین بدونیم که جواب ما رو نخواهند داد، پاسخ این جنایتش ما نخواهند داد. ولی به لحاظ سند و مدرک
برای اینکه ارائه کنیم به شما و دیگر عزیزان و مردم ایران و کشورهای دیگه، این کار رو خواهیم کرد و بعد از اون من به شما اطلاع خواهم داد که بعد از دادخواهی و شکایتی که ما به دستگاه قضایی ایران بکنیم چه اتفاقی میفته. اما از مجامع بین‌الملل خواستیم که این پرونده رو دنبال کنن و در مورد کشته شدن پسر من تحقیق کنن. این سرنوشت یا تراژدی مشترک و گرد همایی خانواده‌ها و پیگیری‌هایشان برای عدالت را بسیاری به مانند جنبشی می‌دانند که از مادران خاوران شکل گرفته. متأسفانه هیچگاه حکومت نه تنها ما را به رسمیت نشناخت، بلکه دائم مدام خانواده‌ها به خاطر ایستادگیشون، به خاطر مقاومتشون، به خاطر رسوندن فریاد دادخواهیشون به اشکال مختلف و همبستگیشون دائم مورد اذیت و آزار و خشونت سنگین حکومت بودن و تأسف بارتر این که تنها بودن. یعنی ما صدامون رو اون زمان کسی نمیشنید. از کشتار دهه 60، سرکوب جنبش دانشجویی و قتل‌های زنجیره‌ای و کشتار دگراندیشان در دهه 70، سرکوب معترضان به انتخابات در سال 88 و حالا سرکوب معترضان در آبان ماه، هزاران کشته و خانواده عزادار به جا گذاشته با سؤال‌های بی جواب. حلقه اتصال تمام این خانواده‌ها در همه این سال‌ها دادخواهی بوده که تاکنون بی جواب مانده. مریم افشنگ، بی بی سی. منیره برادران زندانی سیاسی پیشین و از خانواده اعدامیان سیاسی دهه 60 و نویسنده کتاب‌های درباره تجربه دادخواهی و زندان از فرانکفورت با ماست. خانم برادران، شما چند دهه است که تلاش می‌کنید برای دادخواهی درباره این اعدام‌ها. چه نقطه مشترکی می‌بینید بین مادران خاوران و مادران امروز داغدار در ایران؟ اولا سلام عرض میکنم به همه کسایی که میشنوند منو و همچنین به خانواده ها، به این خانواده داغدار، به خانواده داغداری که الان داغشون تازه است و همچنین مادر داغدار، خانواده داغداری که در این 40 سال این تجربه داغ تجربه کردن. ببینید دقیقا چیزی که مشترک هستش که دقیقا توی حرفای الان این عزیزان هم شنیدیم این هستش که اینا در این راه طولانی دادخواهی گرفتن اطلاعات، گرفتن خبری، شاید هرگز موفق نشن از جواب خیلی روشنی بگیرن از مقامات، ولی این راه خیلی مهمه که ادامه داشته باشه برای اینکه فراموش نمیشه. دقیقا اینها به این طریق مسئولین رو به هر حال به پاسخی وادار میکنن که چون پاسخ نمیدن ولی برای هزینه رو برشون بیشتر میکنن و بعد اون وقت این امکان پیدا میشه که بتونن به مراجعه بلندلی هم شکایت ببرن و بعدش هم این هستش که دقیقا این خبر، همین خبر پیگیری ها از همین چند تا خانواده که شنیدیم میبینیم که خبر این پیگیری ها باعث شده که دقیقا عزیزان اینها گمنام نمونن و ما بشناسیم، چهره به اینا بدن و این جنایت حکومت رو که دقیقا یک سال اعدام میکنه و بعدش فقط اون خانواده ها رو همچنان در یک بیخبری میگذاره و خانواده هم به این ترتیب مجازات میکنه، دقیقا چهره این جنایت رو بهتر میشناسیم. فارغ از اهداف در واقع دادخواهی که به گواه صحبت‌های شما شاید انتظار زیادی باشه برای این خانواده‌ها در ایران، آیا فکر می‌کنید که اهداف سیاسی هم می‌تونن داشته باشن این مادران و برای خودشون تعریف بکنن؟ بله، ببینید دقیقاً یه جنبه از این دادخواهی جنبه قضاییه که دقیقاً این که اشاره کردن این خانواده‌ها یه جنبه قضایی قضیه بوده، ولی یه جنبه سیاسی هم داره. اون جنبه سیاسی این هستش که دقیقاً اینا یک جوری ادامه اون راه عزیزانشون رو که برای با اون مخالف بودن، برای راه آزادی، برای مبارزه جانشون رو از دست دادن، دقیقاً به این طریق دقیقاً اون یاد اونا رو نگه می‌دارن و دقیقاً اینه که فراموش نشه، دقیقاً کسای اینجوری یعنی یه حرمت‌گذاری هست، یک اعتبار دادن هست به این جانباختگان عزیز و در شرایطی که دقیقاً حکومت میخواد اینا رو به هر حال با الفاظ صفت‌ها واژه‌های بسیار سخیفانه اینها رو از اعتبار اینها رو
کم بکنه و بی اعتبار بکنه. مثلا الان ما این آبان ما مواجه بودیم با این که مثلا اینا اشرار هستن و دقیقا وقتی ما چهره میبینیم مثلا وقتی که مثلا از پویا بختیاری وقتی که مادرش و پدرش از زندگی اینا به ما میگن ما مثلا میبینیم که خب این دو این چهره این انسان رو میبینیم. این دقیقا یه جنبه سیاسی قضیه است، یعنی دقیقا یک جوری نه هست به این قتل ها به این اعدام ها، یعنی جنبه سیاسی دادخواهی رو اگر بخوام توضیح بدم دقیقا نپذیرفتن این چیزی که هستش و این یک ایستادگی بزرگیه. به نظر من کمتر از ایستادگی از عزیزانشون که جانشون از دست دادن نیست. مثلا در مورد مادران خاوران که 38 سال و 30 سال بیشتر از 30 سال هستش که دقیقا در این رو تلاش میکنن، نقشی که گذاشتن که الان هم شما میگین خانم اکملی میگه که دقیقا این ارسی رو گذاشتن مادر این پیش بریم، این دقیقا یک با مثلا زحمت و کار خیلی زیادی بوده ولی یک جایگاهی رو باز گذاشتن در مورد اینه که این اعدام ها نمیتونه بی پاسخ بمونه، یعنی باید این پاسخ رو باشن، باید این مسئولیت پذیری یک روز صورت بگیره. این یک مبحث خیلی مهمی هستش که به مقولات سیاسی ما این خانواده ها وارد کردن. خانم برادران، گزارش هایی منتشر شده مبنی بر اینکه خانواده ها در ایران تحت فشارند و تهدید شدند، توصیه شما چیه به پدر و مادرهایی که داغدار شدند در این روزها در ایران؟ ببینید اینا شیوه های شاشته این حکومت هستش که از همون دهیش هستم از همون سال 60 که بعد من ادام شد عمل کرده، این هستش که خاندار تهدید میکنن که مراسم نگیریم، شرط و شروط میذارن برای اینکه خبر بدن به اینها. حالا اون موقع که اصلا جسد رو نمیدادن و تازه محل دفنم که بیشتر موقع نمیگفتن، ولی به هر حال همشه اما تهدید ها هستش. اون دور خب خیلی فضا فرق می‌کرده. این تهدیدها تهدیده و فقط به سکوت واداشتنه. این به ویژه این روزها این دوره‌ها این تهدیدها دقیق عمل نمی‌کنه و دقیق تهدیدهای بیهوده‌ایه، یعنی اتفاقا برعکسه. هر چی بیشتر خبررسانی بشه این بهتره. اگر اون عزیزی جان باخته باشه چهره ای بشیده شناخته میشه، چون دقیقا راهش رو برای یک شخصی که از دست نداده که، یعنی برای کشورش بوده و این هستش که باید ما بشناسیم، باید بدونیم که کی هستش، چه جوری بوده، زندگیش چی بوده، رد پاهاشو بشناسیم، بهش احترام بذاریم. و اگرم زنده باشه در زندان باشه این خبررسانی خیلی مهمه به این خاطر که بخشی وقتی توضیح بدم که به این خاطر مهمه که دقیق برای جان اون مهمه. هرچی گمنام بمونن هرچی ناشناخته بمونن رژیم دستش بازتره هر بلایی که بخواد سر اینا بیاره.